پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از امت خود که بیم داشت، در مورد امت خود بیمش ای بود که نشوه که ای امت مره دنیا و زینت های دنیا هلاک بسازه. امروز رقابت در چی هست؟ کاش رقابت در تقوا می بود، کاش رقابت در خدمت می بود، کاش رقابت در دیانت می بود، کاش رقابت در خشیت و خوف از الله می بود، کاش رقابت در اخلاص می بود، کاش رقابت در انجام امور خیر می بود. ولی متاسفانه امروز رقابت در چی هست؟ که فلان چند منزل داره، ما چند باید داشته باشم، فلان چقدر پول داره. این گپای ما به این معنا نیست که اسلام مخالف پول هست، اصلا نیست. تو رو تشویق به کار کرده، فمشو فی مناکبها و کلوم الرزق، تو رو گفته قدم بزن، زحمت بکش، لا تنس نصیبک من الدنیا. اما اسلام مخالف زیاده روی هست، مخالف اسراف هست، مخالف افراط هست. در هیچ مورد افراط و زیاده روی و اسراف رو نمیپذیره، در هیچ موردی. به خاطر اسلام مخالف است. این رسول الله از این بیم داشت و ترس داشت که امت مرا دنیا و زینتهایش هلاک نسازه. خیلی اوقات اون مالی که یا اون ثروتی که نماز رسید بگیره، اون ثروت نیست و یک بلای خدا هست که بالای تو آمده، یک امتحان خدا هست که بالای تو آمده. ثروتی که یا مال و اولاد و فرزندی که یا رفیقی که یا دوستی که یا کاری که یک عبادت خدا را ازت گرفت، یک فرض خدا را ازت گرفت، او کار نیست. و الله متعال بر تو یک طور تعیین کرده که آغاز نابودی تو هست. چگونه یک انسان در کار دنیا مصروف است، اوج یک نام الله اکبر صدا میشه، مدادی الله صدا میزنه، این نمیتونه که کار خود را ترک بکنه به طرف خالق خود بر بگرده. یعنی باعث هلاکت انسان میشه. ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای مؤمنا، شما را مال اولادتان از ذکر الله غافل نسازه، ورنه ای آتشی هست که خودت خود را در درونش میسازنی. ما آیه داریم الهاکم التکاثر، شما را هلاک ساخت تکاثر، زیاده خواهی. همیشه انسان در جستجوی ازی هست که زیاد داشته باشه. بین در جستجوی ازی باشم که علم ما زیاد شوه، عمل ما زیاد شوه، تقوای ما زیاد شوه، خدا ترسی ما زیاد شوه، اخلاص ما زیاد شوه. همیشه در جستجوی ازی هستیم که فقط تجملگرایی عادت ما، خوشگذرانی برنامه ما و همچنان زیادروی در این امور. حتی بعض کسا برنامه ریزی به یک کار میکنن که خیلی خطرناک است. او کسایی که بیاد داشته باشین را، او کسایی که به این مرض ها مبتلا باشند که همیشه فکرشان، اندیشه ایشان، کارکردشان، برنامه ایشان فقط خوشگذرانی باشه، هیچگاه روش نمی کنند. باید داشته باشین که تو انسان ها امو لحظه خوشگذرانی خیلی خوشحال هستند، اما لحظه ای که عقب گرد شدن، لحظه ای که سقوط کردن، لحظه ای که به انحطاط کشانده شدن، لحظه ای که زیر پا شدن، لحظه ای که مانند وسیله مورد استفاده قرار گرفتن، باز وقت درد احساس میکنه که درد خوشگذرانی که یا خوشحالی که در اون لحظات برای ما بود، دردش آل ما احساس میکنم. حالا شاید ما خیلی نفهمیم، حالا ما شاید خیلی به اصطلاح ما و شما ساده گرم باشیم، این تو درست درک نکنیم. اما یک زمانی میفهمیم که خوشگذرانی زیاد بود، او زیاده روی نباید میشد، او افراد در امور مباح نباید صورت میگرفت. الله بر تعیین کرده در حد انسانیت که این در حد انسانیتیت یا در حد که یک بشر تقاضا داره استفاده بکنه مشکل نداره. آیت قرآن کریم داریم، الله متعال می فرماید و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله میگه که ما اراده هلاکت یک قوم را بکنیم، و اذا اردنا ان نهلك قريه چی میکنیم؟ امرنا مترفيها ففسقوا فيها. ما بالا اینها امرای خوشگذران را انتخاب میکنیم، بالا اینها، بالا اینها رئیس های خوشگذران، راحت طلب، سست، تنبل، اینها را انتخاب میکنیم تا اینها فسق را انجام بدن و اینها را هلاک بسازیم و تباه و بربادشان کنیم. خیلی اوقات میتو شده یک امتی که تباه میشه، برباد میشه، از خوشگذرانیشان میشه، از سستی و تنبلی و کسالتشان میشه. حالا نمیفهمه، چون دو زمانی که راحت طلب باشی دورنگر نمیباشی، فقط امول حضر فکر میکنه، آینده ایت را متوجه نمیباشی، چون همیشه انسان ها توجهشان و تمرکزشان روی خوشگذرانی لحظه‌ای هست. یک لحظه خوشگذرانی خیلی دوست دارن، اما یکی سالها درد در پی داره، سالها پریشانی در پی داره، سالها غم را تحمل کردن در پی داره، بازیر نمیفهمن، ایره فکر نمیکنه در موردش. و انسان هایی که امروز راحت زندگی دارن و در مسیر خدا قدم میزن، حتما سختی های را پشت سر گذاشتنده. تو خودت خود را مسیر سختی را برات انتخاب میکنه، خودت همیشه زمان و وقتت به خوشگذرانی سپری شده. توانایی از این را داره که 60 دقیقه فیسبوک کار بکنه، اما توانایی در تو نیست که 10 دقیقه مطالعه بکنه. همین خاطر است که عقب میمونه، همین خاطر است که سست میشی، همین خاطر است که تنبل میشی، از همین خاطر است که نمیتونی برای آینده یک پلان خوب داشته باشی.
همیشه مورد استفاده قرار میگیری. عمل نامه که دست چپ داده میشه در روز قیامت یا از پشت سر داده میشه به انسانهای بد و انسانهای زشت و انسانهای گناهکار یا کافر، علتش رو بیان میکنه که انهم کانو قبل ذلك مترفین. این اصحاب الشمال که در موردشان یادآوری میکنه که کسایی که عمل نامهشان به دست چپشان داده شد از چی خاطر؟ انهم کانو قبل ذلك مترفین، اینها در گذشته خوشگذران بودن، همیشه عمرشان در خوشگذرانی سپری میشد، در شراب و کباب سپری میشد. من پیشتر یادآوری کردم که بازم میگم اینو براتون میگم که اسلام مخالف تفریح نیست، اسلام مخالف خوردن و نوشیدن نیست، اسلام مخالف راحت طلبی نیست که تو فقط راحت باشی. اسلام آمده تو راحت زندگی بکنه. اما زیاده روی در امور واز اسلام بی‌نهایت و سرسخت مخالفش هست، چرا که انسان‌های متعهد بیشتر تمرکزشون روی ظاهر نمی باشه. کسی که از اندیشه زیبا و ناب برخوردار باشه و خیلی توجه به ظاهر خود نداره، به این معنا نه که نظافت رعایت نمی‌کنه، به این معنا نه که چیزهای خوب نمی‌پوشه، می‌پوشه اما خیلی برش مهم نیست، خیلی برش مهم نمی‌باشه. کسی که اندیشه زیبا پیدا کرد و با ظاهر زیبا رو به نمایش نمی‌گذاره که من ظاهر خود را زیبا بسازم، فقط در جستجوی مدلینگ، چون از درون چیز نداره. امروز ما می‌بینیم سه برنامه می ما از مدلینگ گرفته شد. چرا انسان‌ها بی برنامه است؟ دیگه چیزی نداره برای نمایش، کدام اندیشه و تعقل و تفکر و برنامه و آینده‌نگری نداره. به اون خاطر مجبور هستن ظاهر خود را به مردم نشان بدن، به اون خاطر مجبور هستن خود را به تاراج بگذارن، به فروش بگذارن، خود را به نمایش بگذارن، خود را مانند اعلان یا اعلان تجارتی به نمایش بگذارن تا مردم اینها را بشناسن. چون اندیشه نیست، کدام برنامه نیست، کدام کارکرد نیست، کدام فرمول ندارن، کدام استرکچر و در آینده کدام برنامه نیست برشون، خلاق نیستن، ابتکار ندارن، مجبور هستن، دیگه چیزی نیست ظاهر رو به نمایش بگذارن. انسان ها روش نمی کنن. شما ایره تجربه کرده این. در جلسه یک کس داخل میشه، مردم اول متوجه لباسشان می باشه، متوجه استن لباسش ای قسم بود و چیزی که پوشیده بود این قسم بود، تمام ظاهرش رو میبینه. از یک جلسه ای که خارج میشه متوجه فکر و کارکرد و گفتارش میباشه که این انسان ایتو یک انسانی بود، ایتو لایق بود، زبده بود، برجسته بود، کارکرد داشت، خلاق بود. این ظاهرسازی زودگذر هست، زود میگذره، زود معلوم میشه. پس یک از معانی تزکیه تجملگرایی و خوشگذرانی در حد افراطش هست. اسلام دوست داره که کس زیبا باشه، زیبا بگرده، زیبا بخوره، زیبا بپوشه، این را دوست داره اسلام، تشویق ما کرده، اما زیاده روی اجازه نداده. سلیمان علیه السلام از معجزاتش ای بود که باد در اختیارش بود، جنیات و انس در اختیارش بود، این موجوداتی که برای دیگه کسا مسخر نمیشه برش مسخر بود. یک روز سر باد سوار هست، یک جای در حرکت است. در قرآن کریم در مورد این معجزه سلیمان علیه السلام یادآوری شده، ولی سلیمان ریح یک جای آمده. سرباد سوار هست، پرنده ها بالایش سایه افگنده، جن و انس در پهلویش، در همرکابش، در حرکت هستند، در اختیارش هست، لباس بالذت پوشیده و لذت میبره. یک دفعه یک نوع احساس آرامش و لذت خواهی کرد یا لذت احساس کرد، که من لذت احساس کرد، باد ایر پایین آورد به زمین، به زمین نشاند. و بعد میگه چرا چون این کار شد؟ گفت تا زمانی که تو فرمان الله را برش عرش قائل باشی، ما در فرمان تو هستم. اندکی اگر فرمان الله متعال از تو کوتاهی صورت بگیره، باز من از تو فرمان نمیبرم. بعد از توبه کرد که من یک کم لذت احساس کردم، نباید احساس میکردم، برای پیامبر نمیزیبه. او را از او مقام بلند، از مقام پیامبری، با وجودی که پیامبر هست، تمام چیزها در مسخر برای او است، ولی اندکی که متوجه لذت دنیاوی شد از پایینش میکشه. بیادتان باشه او کسایی که همیشه تمرکز و فکرشان در موارد زیر ناف هست یا از سینه پایین هست، فقط خوردن، فقط نوشیدن، فقط لذت جویی، این انسان ها در تحت هستند، پایین قرار دارن و مردم اینها را پایین میبینه، همیشه پایین هستند. و کسایی که از این بالا تمرکز دارن روی فکر و روی عقیده و اندیشه و قلب، انسان ها در بالا قرار داره، اگرچه از دید ظاهر نازیبا باشن.
این فرمول فراموشتان نشه همیشه. اینها رو شما تاریخ را مطالعه بکنید، یه عبرت هست با موتو. کسایی که تمرکزشان به زیر سینه چیزهایی بوده، اونها به تحت قرار داره، به پایین قرار داره. اما کسایی که تمرکزشان روی فوکسشان و تمرکزشان روی قبل قلبشان، فکرشان، اندیشهایشان، زیبایی اندیشه بوده، اونها با زیبا زندگی میکنن. اونها باز انسانهایی میشن که الگو بر انسانهای بعد خود میشن. هیچ کسی را شما پیدا نمیتونین، هیچ کسی را که خوشگذران بوده باشه ولی الگو به موتو باشه هرگز نمیشه، در تاریخ پیدا کرده نمیتونه. انسانهای زحمتکش اگرچه غیر مسلمان هم باشه الگو برای اونها هست. زحمت کشیدن، تلاش کردن، سعی کردن، از خوشگذرانی گذشتن، دور رفتن. او کسایی که از این چیزها استفاده کردن همیشه در جستجوی خوبی بودن، از زشتی ها دور بودن، اونها اگر کافر باشه مسلمان نامشون در تاریخ امروز ثبت است. از خوشگذرانها ثبت نمیشه، چون برنامه این است که ثبت شود، الا اگر یک خوشگذران دیگه او را ثبت کنه، چون او برش ارزشمند است. یوسف علیه السلام با وجودی که خزانه دار مصر بود، همیشه اکثریت اوقات گرسنه میگشت. کسیش سوال کرد، گفت ای یوسف، مگرم تو خزانه دار نیستی؟ گفت هستم. گفت چرا به این حالت میگردی؟ گفت مبادا در حالت سیری خود من گرسنه ها را فراموش کنم. شما وقت شما را درد میگیره، او وقت احساس گرسنگی و احساس و کسایی که گرسنه هستن در تو ایجاد میشه که خودت یک دفعه گرسنه شوی، خودت میفهم گرسنگی هم درد داره، گرسنگی هم سخت است. کسی که سیر باشه از حالت گرسنه نمیفهمه، با بوتای او را نرفته. تا زمانی که در بوتای او را نرفته در موردش هم چیزی نگو، زمانی که رفته باز میفهمه که بوتای زی خیلی چیزها داشته. رفتن با بوتای او سخت بوده. عمر بن عبدالعزیز خبر شد که فرزندش یک انگشتری خریده که نگینش 1000 درهم قیمت داره. برش احوال کرد، نامه نوشت برش که فرزندم به زودترین فرصت ایره بفروش، 1000 مسکین را تعام بده و یک انگشتری کمبها خیلی قیمت نباشه برات بگی، برات بخر. تو فرزند خلیفه عصر هست، اجازه نداری، اجازه نداری که چنین کار را بکنی. اینی به این معنا نیست که ما استفاده نکنیم. زیادروی درست نیست، افراط درست نیست، تجملگرایی بیش از حد که همیشه به این کار باشد، این تجملات را در جستجوی تجملات بودن خوب نیست. فکر اگر زیبا شد خودت زیبا میشه، خودت زیبا معلوم میشه، اگرچه از ظاهر نازیبا باشی، اگرچه لباست پیوند زده باشه، ولی فکرت زیبا میباشه. از دانشمندای گذشته فرمودن و گفتن که امتی که به هوسرانی غرق شد به سختی ها مبتلا میشه. او کسی که هوسران هست و همیشه در جستجوی خوشگذرانی است، همیشه زندگیش به سختی سپری میشه. دمو جایی که به خاطر خوشگذرانی میره، یک لحظه و دو لحظه و یک ساعت و دو ساعت خوشحال میباشه، اما غمگینی پیاپی همیشه محاوله زیر محاصره کرده. میگه من غمگین اسم هیچ خوش نمیشم، خوشگذرانی رو ترک کن. او خنده هایی که افراد در خنده ها که وجود داره در نهایت پریشانی در پی داره. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اگر رسول الله اگر من میفهمیدم و من او چیزهایی که من میدونم شما میدونستین، از او چیزهایی که من خبر دارم شما خبر میداشتین، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، شما کم میخندین و زیاد گریه میکردین. امروز بیشتر اوقات ما سر چی سپری میشه؟ همین موارد هست. حالا بزازی میریم به خاطر جور کردن یک لباس، که لباس جور شوه 10 دفعه 20 دفعه. به خاطر فکر جور کردن ضرورت به دعوت داره که باید دعوت شه، در حالی که اولویت داره نسبت به او. گاهی اوقات او که دعوت هم میشیم با زیگ نو تنبلی و کسالت ما را فرامی نمیشه ولا. اما خوشگذرانی، مهمانی، رفتن به تجملات خیلی آسان هست، چون برات ارزشمند هست، ای برات ارزش داده شده. اما از که ارزشت پایین میره، اما از که ارزشت کم میشه، اما از که از جایگاه اصلیت کاهیده میشه و کاهش میاد. پس ای از معانی تزکیه هست. ما منع شدیم از زیاده روی در امور مباح. شما تهدیدات را در قرآن و سنت در مورد اسراف مطالعه کردین. انه لا يحب المسرفين، الله متعال اسراف کارا رو دوست نداره. انه لا يحب الفریحین،
الله متعال کسایی که همیشه خوشحال، همیشه این خنده کننده، تبسم نه، هدف ما تبسم نیست، تبسم صدقه هست. همیشه وقت و زمانشون به می خوشگذرانی سپری میشه، الله اونها رو دوست داره. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، اسرافکارا برادرای شیطان هستند. اسراف یکی از دامهای شیطان هست و این خوشگذرانی پیگیر و همیشه آرامش درون انسان را میگیره، آرامش دل انسان را میگیره. باز آرامش نمیداشته باشه، هر چی کوشش بکنه که جای راحتی رو پیدا بکنه که خوشحال شه، نمیشه. چرا که این چیزها خوشحالیش پایدار و دوامدار نیست. او چیزهایی که انسان همیشه در خوشگذرانی و تجملات باشه، او خوشیشه و مو خوشحالیش فقط یک ساعت است. از اونجایی که برگشتی، غمگینی و پریشانی شروع میشه. اما در عبادت پروردگار یا مسائل دیگه ای که تو یک لحظه سختی رو میبینی، روزها و سالها خوشحالی در پی داره، روزها و سالها راحتی در پی داره. دقیق متوجه باشن ذهنن و فکرن و جسمن ایجا باشن. من میفهمم کی متوجه است که نیست متوجه. خب میفهمم امی لحظه هم اگر امی مفکر را داشته باشیم، در ذهن مایی باشه که جسمن ایجا یک جای دیگه، یه یک نوع خوشگذرانی هست، یه یک نوع بی برنامگی هست. موارد مباحی که همیشه از ما افراط صورت میگیره و اسراف صورت میگیره، یکی از اون موارد اسراف در خوردن و نوشیدن هست. حالا به طور مثال یک کسی درس حفظ میکنند، حفظ درس میخوانند، حفظ درس حفظش مثلا گاهی وقت شما شاگردار درس دادیم، درس همی حفظ من نیم صفحه کفایت میکنه، اما نان باید دو نیم دانه باشه. متوجه شده؟ نان باید چند تا باشه؟ دو نیم تا باید باشه. تو توانایی هر دویش را داری، اما این برات ارزشمند هست. تو توانایی از این را داری که دو نیم صفحه حفظ کنی و نیم نان بخوری، توانایی را داری، ولی وجه که او را دو نیم انتخاب میکنی، نیم انتخاب نمی، تو عقب میمونی. اسراف در خوردن نشدن ممنوع هست. ما از خوردن و نوشیدن منع نیستیم، باید بخوریم، ولی از صفات عباد الرحمن یکی است که والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اونهایی که خرج میکنن، مصرف میکنن، اونها نه خیلی زیاده روی میکنن و نه خیلی کم روی میکنن، تعادل را مد و كان بين ذلك قواما، حالت اعتدال را مد نظر میگیرن. یه صفات عباد الرحمن است. انسان های عاقل سه نشانه داره، میره همیشه یادآوری کرده، کم میخورن، کم می نوشن و کم می خوابن. این صفت انسان های عاقل هست. کم می خورن، کم می خوابن و کم می گوین. ببخشن. اگر این سه خصوصیت در انسان نبود، هر اندازه‌ای که جسم بزرگ داشته باشه، هر اندازه‌ای که ثروت هنگفت داشته باشه، کوچک هست. به اصطلاح استاد ما بالاخانهش مشکل داره. پس اسراف در خوردن و نوشیدن نباید شود. فرمان برداری از نفس و اون چیزی که اشتها میایه، خودش انسان از جمله اسراف کننده هاست. عمر بن خطاب میگه، میگه اگر انسانی هر چیز رو اشتها کرد و در جستجویش شد، اسراف کننده ای نمیست، امیر اسراف کار نام بکنه. گفت امیر اسراف کار گفته میشه که هر چیز اشتهای اومد باید ایره، من باید به او برسم. ما گاهی اوقات که یک دفعه اشتهای تفریح بیه، اشتهای تفریح که باز هر چیز بمانه، باز پروانه نداره. یک دفعه که اشتیای خوراک یک چیز به که در صحاب ما باز پروانه داره، اینه می تو انسان رو اسراف کار گفته میشه، نباید اسراف شوه. اما از که در خوردن و نوشیدن اسراف میشه، سست میشه، بیشتر تمرکز روی جسم هست، مردم فقط ظاهر جسم تا میبینه. عایشه رضی الله عنها میگه، میگه نخستین بلایی که بالای امت میه شکم سیری هست. میگه جسمشان فربی میشه، قلبشان سست میشه. از ظاهر جسم فربی چاق، توانایی استاد شدن به پیشگاه خدا 5 دقیقه نداره. این به این معنی نیست که انسان‌های چاق نزد خدا مذموم هست. اما چرا به این اندازه تمرکز صورت گرفته که چاق شدیم؟ نباید. تقوا باید چاق شوه، فربه شوه. فکر باید، فکر زیبا باید چاق شوه و فربه شوه. در اون صورت اگر فربه باشه یا غیر فربه باشه، باز چاق معلوم میشه در بین مردم. در غیر صورت نه. ما خیلی کوشش به این داریم که یک جای ما ورزش کردن بد نیست، خوب است کس ورزش بکنه. خیلی تمرکز به این داریم که یک بادی بیلدر و یک انسان تنومند و قوی نسبت به دیگرها جسم من بزرگ باشه،
و قوی باشم و یک جسم زیبا داشته باشم. اندیشه به چه اندازه زیبا هست؟